به نام خدا، سلام، وقت دوستان به خیر باشه. با یکی دیگه از ویدیوهای ریاضی عمومی 1 و 2 در خدمتتون هستیم. مبحثی که امروز در نظر داریم طول قوس منحنی هستش که یکی از کاربردهای انتگرال محاسبه طول قوس منحنیه. من طول قوس منحنی رو توی 3 دسته تقسیم بندی کردم و توی این 3 دسته با هم طول قوس رو محاسبه میکنیم. توی دسته بندی اول فرض میکنیم که تابع ما به صورت Y مساوی FX هستش و توی بازه آبی مشتق پذیره. از طرف دیگه اگه این تابع همچین شرایطی رو داشته باشه، طول قوس این منحنی برابر میشه با انتگرال از A تا B رادیکال 1 به اضافه Y پریم به توان 2 dx. حالا این فرمول اثبات داره ولی ما با اثباتش کاری نداریم. و خب حالا توی حالت دوم هم اگه بخوایم بررسی کنیم، وقتی که x تابعی از y هستش، یا بهتر بگیم x مساوی f(y) که در این صورت طول قوس منحنی برابر میشه با انتگرال از a تا b رادیکال 1 به اضافه x پریم به توان 2 dx. خب بریم یک مثالی ازش حل کنیم. به عنوان مثال اول گفته شده طول قوس منحنی های زیر را در بازه داده شده به دست آورید. Y مساوی است با رادیکال 4 منهای X2 تو بازه 0 تا 2. خب برای حلش میام این دسته بندی که بالاتر گفتیم رو نگاه میکنم و میبینم که این تابع Y مساوی است با رادیکال 4 منهای X2 توی دسته اول که Y مساوی است با FX هستش قرار میگیره. و باید از این فرمولی که اینجا هستش استفاده بکنم. پس کافیه که این فرمول رو قرار بدم. پس اول Y پریم رو محاسبه میکنم که Y پریم مشتق این رادیکال هستش که میشه مشتق داخلش که میشه منهای 2X بخش بر 2 برابر همون رادیکال. و حالا 2 با 2 ساده میشه و Y پریم به دست میاد. و حالا واسه به دست آوردن طول قوس کافیه انتگرال بگیرم از 0 تا 2 رادیکال 1 به اضافه Y پریم به توان 2 dx که اگه Y پریم به دست اومده رو داخل این فرمول قرار بدم، انتگرال از 0 تا 2 1 به اضافه منفی x به روی رادیکال 4 منهای x2 به توان 2 dx میشه که اگه این عبارت رو هم به توان 2 برسونم به همچین فرمی نوشته خواهد شد و با مخرج مشترک گیری به همچین نتیجه ای خواهم رسید که رادیکال رو روی یک بار روی صورت و یک بار روی مخرج تأثیر میدم و نتیجه به صورت انتگرال از 0 تا 2 2 به روی رادیکال 4 منهای x2 dx میشه که این انتگرال هم یک انتگرال معروفه و واسه به دست آوردنش از خودم این سوال رو میپرسم که چی مشتقش 2 به روی رادیکال 4 منهای x2 میشه؟ خب جواب 2 تا سینوس وارون x2 هستش که یک بار کافیه داخلش 2 و یک بار کافیه داخلش 0 بذارم و نتایج رو از هم کم کنم که اگه این کار رو انجام بدم برابر میشه با پس طول قوس منحنی رادیکال 4 منهای x2 تو بازه 0 تا 2 برابر شد با عدد. اما خب همین طول قوسی که الان ما با روش جبری محاسبه کردیم و انتگرال گیری کردیم، بیایید از لحاظ هندسی هم بررسی کنیم و ببینیم طول قوس اصلا چه مفهوم هندسی داره و سوال قبل رو با یک نگاه چشمی حل بکنیم. سوال به ما گفته بود طول قوس منحنی رادیکال 4 منهای x2 رو به دست بیارید. خب اگه من این منحنی رو رسم کنم به همچین شکلی خواهد شد که معادله 1/2 دایره است. و از طرف دیگه طول قوس یک منحنی که 1/2 دایره باشه برابر میشه با طول این کمان که برابر پی رادیان هستش. حالا توی ادامه کارمون رو گسترش بدیم و طول قوس منحنی های پارامتری رو بررسی بکنیم. تا اینجا چیزهایی که بررسی کردیم طول قوس توابع بود که حالا Y ممکن بود تابعی از X باشه یا X تابعی از Y. اما واسه منحنی های پارامتری یا توابع برداری طول قوس به چه شکلی هستش؟ اگر تابع آرتی که یک تابع برداری هستش و پارامتریه به صورت XTi به اضافه YTJ به اضافه ZTK باشه، این رابطه‌ای که اینجا نوشته شده معادله حرکت یک ذره هستش به صورت برداری. حالا طول گردش این ذره به چه شکلی نوشته میشه؟ یا بهتر بگیم طول خم یا همون قوس این منحنی پارامتری به چه شکلی نوشته میشه؟ خب کافیه که از تک تک مؤلفه ها مشتق بگیرم و به توان 2 برسونم و آخر سر ازش رادیکال بگیرم که جواب من
دقیقا مشابه قبل میشه انتگرال رادیکال x پریم به توان 2 به اضافه y پریم به توان 2 به اضافه z پریم به توان 2، که اگه y تابعی از x باشه و z هم نداشته باشیم توی مؤلفه‌های دو بعدی، جواب ما و این انتگرال ما به صورت 1 به اضافه y پریم به توان 2 ظاهر خواهد شد. ولی حالا توی سه بعد که حالت کلی تری هستش همچین فرمولی هست. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این پرانتزی که من اینجا مشخص کردم مشخص کننده یه چه چیزی هستش؟ این رادیکالی که مشتقات به توان 2 هستن معرف چه چیزیه؟ خب مسلماً اندازه بردار سرعت هستش، یا بهتره به این فرم تابع طول قوس یا همون طول قوس منحنی رو تعریف بکنیم که طول قوس منحنی انتگرال اندازه سرعت هستش. و خب ما میدونیم دیگه سرعت برابر میشه با مشتق مکان که اینجا نوشته شده. خب حالا بریم یک مثالی ازش حل کنیم. به عنوان مثال گفته شده که طول قوس خم پارامتری زیر را به دست بیارید. آرتی هستش کوسینوس تی آی به اضافه سینوس تی جی، و دقت کنید دو بعدی هستش این تابع برداری و مؤلفه زد نداره. پس کافیه که x تی که ضریب i هستش رو برابر کوسینوس تی در نظر بگیرم و y تی که ضریب j هستش رو برابر سینوس تی در نظر بگیرم و من میدونم که t برابر 0 تا 2 پی هستش طبق فرض صورت سوال. حالا کافیه که x پریم تی و y پریم تی رو به دست بیارم و داخل این فرمول قرار بدم که x پریم تی مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس و مشتق سینوس میشه کوسینوس، که اگه داخل فرمول بالا قرار بدن برابر میشه با انتگرال از 0 تا 2 پی طبق تعریف رادیکال منفی سینوس تی به توان 2 به اضافه کوسینوس تی به توان 2 دی تی، که سینوس 2 هر چیزی با کوسینوس 2 اون چیز اگه جمع شه برابر 1 میشه و رادیکال 1 هم برابر 1ه. پس کافی انتگرال بگیرم از 0 تا 2 پی 1 دی تی که برابر 2 پی خواهد شد. اما خب مثال بالا رو میتونیم با یک راه دیگه ای هم حل کنیم. اگه قواعد پارامتری رو رعایت بکنیم و از قواعد پارامتری سازی کمک بگیریم، x تی برابر کوسینوس تی بود و y تی برابر سینوس تی بود. حالا بیام متغیر واسط تی رو حذف کنم. به چه شکلی؟ کافیه که طرفین این دو تا معادله رو به توان 2 برسونم و با هم جمع کنم. x تی به توان 2 به اضافه y تی به توان 2 برابر میشه با کوسینوس به توان 2 تی به اضافه سینوس 2 تی، که کوسینوس 2 با اضافه سینوس 2 برابر 1 میشه. و حالا x تی و y تی رو به صورت x و y نوشتم که اگه طرف این رو به توان 2 برسونم و جمع کنم به همچین نتیجه میرسم. پس این تابع برداری که به صورت پارامتری نوشته شده همون معادله یک دایره هستش به شعاع 1 و مرکز 0 و 0، و حالا مقدار تی هم از 0 تا 2 پی هستش، پس یک دایره کامله. و حالا من طول قوس این خم پارامتری رو میخوام که میشه همون طول قوس یک دایره کامل، و طول قوس یک دایره کامل برابر 2 پی هستش. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. موفق باشید. خدا نگهدار.